سلام علیکم، من ایمیجی هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی توی این ویدیو قراره بهتون بهترین بسته های اینترنت رو معرفی کنم. میدونید که وضعیت اینترنت خیلی بده، اینجا میخوام بهتون اون بسته ها و اون شرکت هایی رو معرفی کنم که خیلی کیفیت کارشون بهتره، حجم بیشتری در اختیارتون قرار میدن، از اون طرف کیفیت کار و کیفیت سرعتشون هم بالاست. با من تا انتهای این ویدیو همراه باشید. انتهای این ویدیو در مورد اینترنت ملی که دوباره این چند روزه خیلی صحبتش داغ شده، میخوام یه سری صحبت رو باهاتون بکنم. فقط قبلش دکمه لایک، دکمه سابسکرایب یادتون نره، به هیچ وجه بزرگترین حمایت انگیزه است واسه من. بریم که این ویدیو رو داشته باشیم. وضعیت اینترنت رو که دیگه همه دیگه فکر میکنم در جریانش باشید، هر جایی باشید فکر میکنم اینترنت رو مختون باشه. خیلی شرایط بدی، من نمیدونم، هی میگن اینترنت سرعتش داره بهتر میشه، ولی ما هی اینجا سرعتمون داره بدتر میشه. نمیدونم اون اینترنتی که اونا استفاده میکنه شاید ما استفاده نمیکنیم، اما به هر حال الان میخوام بهتون بهترین بسته های اینترنت رو معرفی کنم، بسته هایی که میتونید حجم بیشتری در اختیار بگیرید، سرعت دانلود خوبی هم داشته باشه، یه چند تا نت نامحدود هم میخوام بهتون معرفی کنم. سعی کنم تو این ویدیو برم سراغ شرکت ها، برم سراغ اپراتور هایی که همه دیگه در دسترسشون داریم، خیلی راحت میتونیم بگیریمشون و استفاده کنیم. میگم اولین اپراتوری که هممون بریم سراغش همراه اوله. همراه اول یه بسته نت نامحدود داشت چندین ماه پیش، چقدر این بسته خوب بود، چقدر ما دعاش میکردیم. شبا 1 تا 11 صبح به ما نت نامحدود میداد، قیمتش هلوش 21-22 تومن بودش، کیف میکردیم برای خودمون، همینجا دانلود میکردیم، بازی میذاشیم دانلود میشه. فکر کنم که اکثر کسایی که بازی دانلود میکردن، دیتای بازی ها رو دانلود میکردن، از نت نامحدود هم استفاده میکردن. اما اول اومد گفتش که چی آقا، من 450 گیگ به تو مصرف منصفانه میدم. بعد چند وقت اومد گفت 100 گیگ مصرف منصفانه میدم، در حالی که من این چند ماه یک دو ماه اخیر که دارم استفاده میکنم، 40-50 گیگ خیلی راحت قشنگ میتونی دانلود کنی با سرعت خوب، ولی با اینکه میگن مصرف منصفانه 100 گیگه، ولی 50 گیگ به بعد دوباره سرعت میاد پایین و این نکته خیلی عجیبیه واسه من. نمیدونم شما هم اینو باش برخورد داشتین، اگه داشتین حتما تو کامنت ها برام بنویسید که بالاتر از 50 گیگ نه، بین 50 تا 100 سرعت رو خیلی میاره پایین. اما به هر حال این نتیه که خیلی استفاده میکنه. اگرم میخواین چند تا از این نت داشته باشید، ببین چند تا سیم کارت همراه اول بگیرید و روی خطای مختلف استفاده کنید. سیم کارت مختلف میتونید چند تا بسته فعال کنید و اون حجمی که مد نظرتون دانلود کنید. یکی از راهاشه که بیشتر دانلود کنید، اما میگم یه ذره کیفیت کارشون اومده پایین. جدا از این قضیه که کیفیت همراه اول نت شبانه مقدار اومده پایین، یه مشکل دیگه که داره، میگن 1 تا 11 بهتون نت نامحدود میدیم، ولی نت نامحدود 1 تا 11 نمیشه استفادهش کرد. یعنی ساعت 1 تا 3:30-4 سرعت به شدت پایین. حالا نمیدونم به خاطر شلوغی سروراست یا هر مشکل، خودشون سرعت رو میارن پایین. 1 تا 3-4 کلا نمیشه ازش استفاده، سرعتش پایینه. هولوهاش مثلا 4 تا 7-8 صبح میتونید ازش استفاده کنید با سرعت خوب. میگم اون 1 تا 11 یه جوری قشنگی ماجراست، ولی کلون ساعتی که میتونید استفاده کنید 4-5 ساعت بیشتر نیست، اونم مثلا 4 صبح-3 صبح. ایراد دیگه هم که داره، علاوه بر اینکه کیفیت اومده پایین، علاوه بر اینکه ساعتاش خیلی کمتر از اون چیزی که نشون میده، این مشکل رو داره که شما 1 ماه میخرین، 21 تومن پول میدین، یه بسته 100 گیگ میخرین، اگر 100 گیگتون رو تو یه هفته، تو 2 روز، تو 3 روز استفاده کنید، دیگه نمیتونید یه 100 گیگ دیگه بخرید. بعد صبر کنید اون 1 ماهتون کامل تموم بشه تا برسید به ماه بعد یه بسته 100 گیگ دیگه بخرید. مشکلات و معایب و خوبی های نت همراه اول، میگم من قدیما خیلی بیشتر راضی بودم از همراه اول، ولی الان به نظرم خیلی مشکل داره. در کنار همه این نکات مثبت و منفی گفتم، همچنان نت با کیفیتی داره تو اون چند ساعتی که خوب دانلود میکنه و همچنین سرعت آپلود خیلی خوبی هم داره. کلا سرعت های آپلود های نت های همراه خیلی خوبن، چه ایرانسل، چه همراه اول و چه رایتل. کلا میخواین چیزی رو آپلود کنید، سعی کنید با نت همراه آپلود کنید، سرعت آپلودتون خیلی بالاتره. اما من حالا نت همراه اولو که دارم استفاده میکنم تا جایی که بشه ازش خوب استفاده کرد. بریم سراغ نت دوم. نت دومی که میخوام بهتون معرفی کنم ایرانسله. ایرانسل یه نت نامحدود داره که اونم محدوده،
یه نت شبانه داره 2 تا 7 صبح 30 گیگ بهتون میده. اما نکته خیلی مثبتی که داره اینه که اون 30 گیگتون تموم میشه، میتونید دوباره اون 30 گیگ رو تمدید کنید. با وجود اینکه شما یه بسته 1 ماهه میخرید 30 گیگ 2 تا 7 صبح، ولی شما میتونید یه بسته 30 گیگ دیگه بخرید، میتونید یه بسته 30 گیگ میتونید چند تا بخرید، هی رو همینا انباشته میشه. یعنی شما اگه 4 تا بسته بخرید 4 تا 9000 تومان، هولوش 36000 تومان پولش میشه، ولی 120 گیگ نت شبانه دارین 2 تا 7 میتونید استفاده کنید. کل ساعت بین 2 تا 7 سرعتش بالاست، یعنی مثلا همراه اول نیست که مثلا 1 تا 2 1 تا 3 سرعتش کم باشه، بعد دفعه 4 صبح سرعتش بیاد بالا. این ویژگی خیلی مثبتی به نظرم ایرانسل داره. یه ویژگی منفی که داره از لحاظ پوشش‌دهیه که بعضی جاها خوب پوشش نمیده، اون سرعتی که باید رو نمیده. اول تا همراه اولم استفاده میکنم تا هر جا جون داشت، بعد تموم شد میرم سراغ ایرانسل، با ایرانسل استفاده میکنم، بعد دیگه خیلی گیر کنم میرم سراغ رایتل. حالا رایتل این واسه چی کار کرده؟ کلا یه جوری شده هی باید جا به جا پاسکاری کنیم. اینقدر وضعیت نت عجیب غریبه. رایتل حالا چی میگه؟ رایتل میگه آقا یه بسته 7 روزه بهت میدم، یه هفته صبح تا شب هر موقع دلت میخواد نامحدود دانلود کن، 50000 تومان هم ازت میگیرم. به نظرم رایتل هم خوبه، اینکه یه ذره گرونه برای یه نت 7 روزه، ولی اینو فکر کنید که کل روز میتونید ازش نامحدود استفاده کنید. به نظرم بسته خیلی جذابیه. هنوز خودم به شخصه این بسته رو امتحانش نکردم، ولی شنیدم میگن سرعتش هم خیلی خوبه. فکر می‌کنم خیلی خوشحال شده این زگی یه نت نامحدود واقعی داریم، 7 روز بهمون میده صبح تا شب نامحدود دانلود کنیم. اما نه، قطعاً نمینطوری نیست و یه مصرف منصفانه ای داره دیگه. رایتل که نمیاد بگه من آقا هلو برو تو گلو همه چی در اختیارتون بدم برین دانلود کنید حالش ببرید. 150 گیگ کلن تو این 7 روز میتونید دانلود کنید با 50000 تومان. خیلی اگر خواستین خرج کنید و اون نت های شبانه نامحدود دوزتون نبود و استفادهتون بیشتر بود، میتونید برید سراغ رایتل. همه اینا که بگذریم، من خیلی از جاهای دیگرم بررسی کردم اینا نت نامحدود خوب چی دارم، اینم سرعتشون چیه. رایتل موبایل که کلا نت نامحدود نداره، این از این. خیلی دیگه از شرکت ها هم بودن که حالا اینترنتشون میشه گفت کیفیتش خیلی خوبه، بسته‌های خوبی دارن، اما خب چون یه ذره تجهیزاتی که بعد اولش بخرین گرونه، یا جاهای خیلی کمتر یا تحت پوشش دارن، یا میگن فیبر نوری باید داشته باشه، میگه فلان مودم باید داشته باشه، اینا اونا رو من توی این ویدیو قرار ندادم. اونا رو حتما اگر دوست داشته باشین براتون یه ویدیو مفصل جداگونه میذارم، ولی اینطوری نیست که همه بتونن ازش استفاده کنن، چون یه مقدار بعضیش خیلی گرونه، تجهیزات میخواد، یه سریش هم هر جایی پوشش نمیدن. میخوام بهتون یه بسته معرفی کنم که هلو برو تو گلو. نت ثابت یا همون ADSL مخابرات معرفی کنم. مخابرات دیگه همه جا بهتون میدن دیگه، هر جا زنگ بزنین دیگه مخابرات بهتون میده. به خاطر همین تو این ویدیو آوردم، چون در دسترس و ارزونه. شما این مودم ADSL داشته باشید خیلی راحت میتونید زنگ بزنید و وصل کنید. میتونم بگم که سرعت آپلود مخابرات نت ثابتش اصلا خوب نیست، ولی از نظر قیمتی و از نظر حجم بسته خیلی خوب. مثلا شما اگه سرویس معمولیشو بخواید بگیرید 120 گیگ 1 ماه دور و بر 81-82 تومان میشه. قدیم این 185 گیگ بود 87-88 تومان میشد که خیلی بهتر بود. حالا الان یه ذره اومدن حجمشو کمتر کردن، قیمت ولی تقریبا همونه که واسه شون بیشتر به صرفه. به جاش یه سری ترافیکای زماندار گذاشتن که من اینجا براتون میخونم. مثلا بسته سحرخیز گذاشتن 150 گیگ ساعت 4 تا 12 صبح 30 روزه 45000 تومان که خیلی خوب و به صرفه است. یا بسته 100 گیگش بسته شب نشینشه که 2 تا 8 صبح 30 روزه 25 هزار تومان که خیلی به نظرم به صرفه است. مثلا یه بسته داره 50 گیگ بسته سرخیز 4 تا 12 صبح 15 روزه 15 تومان. بسته شب نشین 25 گیگ داره 2 تا 8 صبح 7 روزه 25 گیگ 7 تومن و یه بسته 20 گیگی هم داره 7 روزه 4 تا 12 صبح 8000 تومن. خیلی به نظرم بسته‌های جذابین، حجمشون هم خوبه، سرعتش هم خوبه. یعنی پای سرعت نتای همراه نمیرسه، ولی خیلی راضی کننده است به نظرم سرعتش. نت مخابرات من گفتم بهتون بگم که چون نتیه که همه میتونن با قیمت ارزونی داشته باشن، کاری هم ندارن محدودتون کجاست، همه جا رو پوشش میده. شما میتونید با کمترین قیمت بیشترین حجم رو دانلود کنید. میگم راهکار زیاده، مثلا همون که گفتم چند تا سیم کارت استفاده کنید، همراه بیشتری داشته باشید. خیلی راههای دیگه هم هست، شرکت های دیگه هم هستن که اینترنت خوب میدن. اگر که دوست داریم برام حتما تو کامنت ها بنویسید، مفصل راجع به اون شرکت ها هم براتون یه ویدیو بسازم. شما هم اینترنتی رو میشناسید که خیلی بسرفه است، حتما تو کامنت ها بنویسید که هم من هم بقیه دوستان استفاده کنن ازش.
اما بریم سراغ یه نکته‌ای که از اول ویدیو می‌خواستم بگم در رابطه با ملی شدن اینترنته. واقعا نمیدونم چقدر صحت داره این قضیه، چقدر درسته، چقدر غلطه، ولی واقعا امیدوارم اینطوری نشه. کسایی دارن این ویدیو رو می‌بینن با اینترنت بین‌الملل دارن می‌بینن، دارن تو شبکه یوتیوب می‌بینن، کسایی که داخل اینستا دارن فعالیت می‌کنن، کلی درآمد و کلی کار و کاسبیه که ممکنه کلن از بین بره. یعنی شروعشه، طرف کلی زحمت کشیده به اینجا رسیده. فعلا امیدوارم هیچ موقع این اتفاق نیفته. میگم این خبرهایی داره شنیده میشه. بازم میگم اگر شما اطلاعات بیشتری دارین حتما برام بنویسید تو کامنت ها. امیدوارم که اینطوری نشه. خیلی از جوانا پولشون و زندگیشون رو دارن از این راه فضای مجازی میچرخونن. فقط امیدوارم که این مشکل پیش نیاد. خیلی خوشحالم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. از این بستهایی که براتون معرفی کرده باشم استفاده کنید و کیفیتشون و اینا رو همه رو تو کامنت ها برام بنویسید که آیا شما هم راضی هستین یا نه. اگه تا اینجا دکمه لایک کن ازدید دکمه لایکتون نره. اگر این ویدیو رو دوست داشتین برای دوستاتون هم بفرستین که خانواده‌مون بزرگتر شه. تا یه ویدیو دیگه خیلی زود برمیگردم. پس تا اون موقع پر انرژی باشین. خدافظ. We'll be right back.